روز پنجشنبه 13 فروردین مذاکرات اتمی 5+1 با رژیم ایران در لوزان سوئیس به پایان رسید. نتیجه مذاکرات اتمی 5+1 با رژیم ایران در لوزان عبور از خطوط قرمز خامنه‌ای بود. برای محکم‌کاری وزارت خارجه آمریکا فکت‌چیت خود را با جزئیات منتشر کرد که در آن بر توقف رژیم از دستیابی به بمب اتمی تاکید شده است. در فکت‌چیت وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که لغو تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا با تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم تخلف رژیم از بیانیه لوزان به صورت گام به گام آغاز خواهد شد و در صورت تخلف رژیم تحریم‌ها دوباره به اجرا گذاشته خواهند شد. از آقای یزدان حاج‌حمزه عضو شورای ملی مقاومت دعوت کردم تا به محتوای بیانیه لوزان و بیانیه وزارت خارجه آمریکا، خط قرمزهای خامنه‌ای و همچنین دلیل اقدام موازی وزارت خارجه آمریکا بپردازیم. با سلام به شما آقای یزدان حاج‌حمزه، هرچند ایام نوروزی به پایان رسیده ولی به هر حال سال 94 و نوروز رو به شما تبریک میگم و بسیار متشکرم که باز وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید. خیلی خیلی خوش آمدید آقای حاج‌حمزه. متقابلا سلام میکنم خدمت شما خانم غفاری و تو این آغاز بهار هم هرچند ایام نوروز گذشته، ولی منم از این فرصت استفاده میکنم این سال نو رو به شما و شنوندگان شما تبریک میگم. امیدوارم مبارک باشه، به این معنی که برکت و مبارکی این سال رو ما با تلاش خودمون متبلورش کنیم، که در جهت خلاصی از این رژیم ضد بشری حاکم بر ایران و بازگشت آزادی به ایران و استقرار حاکمیت ملی است. حتما همینطور خواهد شد. جناب حاج‌حمزه، نتیجه مذاکرات لوزان روز 13 فروردین همزمان با 13 بدر ما ایرانیان تموم شد. البته نتیجه این مذاکرات بسته به اینکه موضع کدوم طرف رو نگاه می‌کنیم متفاوته و شاید هم کمی گیج کننده باشه. بعضیا میگن این توافق بود، طرفدارای ظریف جشن پیروزی گرفتن. یه عده‌ای هم هستن که میگن مذاکرات لوزان به رژیم اجازه نگه داشتن زیرساخت‌های اتمی و ضروری رو داده. خواستم ارزیابی شما رو از مذاکرات لوزان بدونم. بله، مقدمتاً خب حالا تا به ارزیابی برسیم بعد ببینیم که واقعا در لوزان چه گذشت و این بیانیه اصلی و دو تا بیانیه حاشیه‌ای و موازی این که وزارت خارجه آمریکا و رژیم منتشر کردن اصلا معناش چی است، که از خلال این بتونیم شاید ببینیم که به کجا هستن و به کجا میخوان ببرن و یه ارزیابی از این موقعیت داشته باشیم. ولی من مقدمتاً اجازه بدید خانم غفاری این عرض کنم که خب این 12 سال مذاکره و چپ و چانه و به خصوص 18 ماه اخیر که متمرکز بوده روی توافقنامه جامع، اسمشو گذاشته بودن که یه جا مسئله رو ببینن و ببینن میشه حلش کرد یا نه، این یکی از متراکمترین و بحث‌انگیزترین روابط دیپلماتیک، ظاهرا دیپلماتیک بوده و دیدیم که خب این 18 ماه به خصوص چقدر حاشیه خبری داشته و چقدر حساسیت نسبت بهش وجود داشته. البته خب همه کسانی که به نوعی درش منافع دارند به این موضوع توجه داشتن و ما ایرانی ها و به خصوص ایرانی هایی که چشم به آزادی ایران دوختن هم از زاویه منافع ملیمون روی این موضوع متمرکز بودیم و دنبال کردیم، ولی داره یواش یواش مثل این که به سمت تعیین تکلیف میره. امیدواریم. اما اجازه بدید من اینو عرض بکنم که این مذاکرات خاصه که منتهی شد به انتشار بیانیه، یعنی این 7-8 روزی که وزیر خارجه قدرت‌های جهانی با وزیر خارجه رژیم ایران توی لوزان سوئیس مشغول چک و چانه و گفتگو بودند، تو این چک و چانه ها و این گفتگوها در چه شرایط و ویژگی های سیاسی که حول و حوش این حاکم شده بود جاری شده. ما نمیتونیم منتزعش کنیم از این فضا و جداش کنیم، حتما این فضا درش تأثیر گذاشته. ببینید، اول این که اینا موقعی پای میز مذاکره هستن که سر این موضوع تو حاکمیت آمریکا، یعنی بین کنگره و دولت اوباما اختلاف به حدی بالا گرفت که اصلا دو تا بخش جداگانه، یعنی اینا اون شبه شد سر این مسئله درسته حاکمیت آمریکا. البته در درون رژیم هم
بود ولی از زاویه سود و منافعشون. ولی خب اینها مخالفین دولت اوباما عنوان میکردن از دید امنیت ملیشون به قضیه دارن نگاه میکنن، چنان که کیسینجر اینو. آقای هاشمزاده میتونید برامون بگین که بیانیه لوزان اصولا در چه شرایطی منتشر شد؟ این بیانیه لوزان در شرایطی منتشر شد که بی‌اعتمادی به طرف مقابل، یعنی آمریکا به رژیم ایران، یا آمریکا نه تنها بلکه غرب به رژیم ایران و رژیم ایران متقابلا، به این بی‌اعتمادی بسیار عمیقی وجود داشته و متبلورم شده. هی توی بیانیه هم الان هست اگر نقض تعهد شد، اگر نقض تعهد شد، یعنی اصلا اطمینانی نداشتم که اینها حتی اگر چیزی هم بیارن رو کاغذ بشه اجراش کرد. یعنی احتمال میدن که رژیم زیرش بزنه. آره حتما. یکی دیگه مسئله استراب و نگرانی شدید متحدین منطقه‌ای آمریکا بود. آخه با اینا اتحاد جدی داره آمریکا، با عربستان سعودی، کشورهای عربی و مصر و غیره و اسرائیل. خب اینها دنبال کردن و نگران و هنوزم هستند و حتی آمریکا گفته، من دونه دونه شون صحبت کرده ولی گفته، دعوت کرده مثلا اعراب رو، کشورهای عربی رو بیان کمپ دیوید اونجا باشون صحبت کنه. مسئله اینقدر نقشه اینها و رفع سوالها و نگرانی اینها اگر بتونه برای دولت آمریکا مطرح است. این مذاکرات در عین حال در یک فضایی انجام شد، این مذاکرات لوزان رو میگم اخیر رو، بله، که به نوعی متحدین آمریکا و که پشتشون هم آمریکا هم هست، به طور نیابتی با پاسداران رژیم ایران، یعنی بخشی از آنها که میاد در حال درگیری نظامی هستن تو یمن، بله، در سوریه و در جاهای دیگه، و این یه واقعیتی است. یعنی بخشی از حاکمیت ایران با این جبهه که عرض کردم درگیری نظامی داره و بخشی هم پای میز مذاکره نشست، جناح رفسنجانی و روحانی و این ظریف و اینها که نمایندگی رو داره، یعنی تو این فضا جلو رفته. اما من یه نکته ای در مورد انتشار این بیانیه لوزان از بخونم. میدونید روز پنجشنبه گذشته، همون 13 فروردین، علاوه بر آن چیزی که ظریف و اون خانم مگرینی خوندند به انگلیسی و فارسی، دوتا متن زیر عنوان بیانیه مشترک برای فعالیت های هستی رژیم حل و فصل اون، این یه بیانیه چیزی منتشر شد زیر عنوان که خوندم، دیدید که وزرا خارجه اومدن پشت دو نفر ایستادن و زیر پرچمهای خودشون و نوعی رسمیت دادن به این بیانیه. ولی چند ساعتی نگذشت دیدیم وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه خاص خودش رو که البته با تفسیر و توجیه اون بیانیه ارقام اعداد و نظرات خودش رو منتشر کرده. رژیم هم به نوعی وزارت خارجهش یک همچین کار مشابه کرده. در آمریکا علاوه بر اون اوباما آمد یک نامه سرگشاده منتشر کرد و سخنرانی داشت که سوار شد روی همون بیانیه وزارت خارجه که اون رو به عنوان مسئله تمام شده بین او و گروه 5+1 و رژیم، نماینده های رژیم ایران بر سر میز مذاکره توافق شده. خب این اقدام موازی آمریکا چه معنایی داره آقای هاشمزه؟ بله ببینید، این یکی دو روز آخر سر شکل انتشار بیانیه لوزان اختلاف داشتن، دعوا داشتن دیگه، که اصلا وزیر خارجه دولت روحانی ترس داشت از اینکه جزئیات توی این بیانیه بیاد و آخر هم حرف اون پیش رفت توی بیانیه مشترکی که در لوزان به عنوان بیانیه لوزان منتشر شد و این ترس نشانه دوگانگی برخورد رژیم ایران در این مسئله است. یک طرف میخواد حرف کلی در بیانیه لوزان زده بشه که خودش تفسیر و توجیهش رو بکنه، ولی آمریکا اینطور که آقای اوباما و وزارت خارجه این کشور گفته قضیه رو با این هیئت رژیم ایران تمام کرده. این که شما میفرمایید که علت اینه که اینجوری اینا برخورد کردن چه بوده، علت این بوده که ملاحظات خاصی دارن که این چیز به هم نخوره.
چه ملاحظاتی؟ ملاحظات این است که در یک مرحله موضوع جزئیات رو توی بیانیه مشترک نیارن، پاش امضا بذارن و اینو یک بیانیه کلی که صرفا سمت و سوی حرکت رو نشون میده تو بیانیه لوزان و لیست مسائلی که باید جزئیاتش مشخص بشه که هر کدوم تفسیر خودشون رو ممکنه کنن و مابقی رو با وجود اینکه صحبت کردن با هم دیگه به عنوان بیانیه مشترک نیارن، بلکه به عنوان بیانیه خاص، حالا آمریکا بیانیه خاص خودش رو داره آورده. یعنی یه همچین ملاحظاتی رو، حتی یک همچین آوانس و امتیازی رو به رژیم ایران طرف خارجی داده که اینو کلیگویی کنه که بر اساس این بتونه خودش رو توجیه کنه با مخالفان بسیار جدی که در داخل کشور داره. آخه ببینید، اینها در این مذاکره اگر ما ملاک رو قرار بدیم، آن چیزی که وزارت خارجه آمریکا داره بیان میکنه، اینها خط قرمزهای متعددی رو که خامنه ای ترسیم کرده بود و به اینها گفته بود این خط قرمز رو رعایت کنید، زیر پا گذاشته. میتونید چند تا از این خط قرمز رو برای ما مثال بزنید؟ من یکی دو سه نمونش رو چشم خاطرم هست براتون میگم. ببین، اولین موضوعش قبول دو مرحله شدن توافق نامه است، تنظیم توافق. آخه قبلا خامنه ای سخنرانی کرد چند هفته پیش، گفته شما یه جا همه رو این نباشه که یه دفعه بیان سیاست ها و چارچوب کلی رو تعیین کنی و بعد بریم سر جزئیات و عدد و رقم و اینها. ولی خب همین بیانیه لوزان نشون میده این یک حرف کلی است، فقط داره سمت و سو و به نوعی چارچوب رو میخواد نشون میده. این یک. بعد اگر بریم سراغ آن چکه وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، اونو ملاک قرار بدیم، میبینیم اصلا نه موضوع خط قرمز مرحله غنی‌سازی که مورد نظر خامنه ای بود رعایت شده، این اصلا میاد میگه آقا حدود 5060 در مدت 10 سال نگه داریم، یعنی تا پایان قرارداد فقط با این شما غنی‌سازی کنید، در حالی که قبلا خامنه ای چیز کرده بود که آقا ما بالاخره یه موقعی باید به 190 هزار سو، یعنی 190 هزار سانتریفوژ با نسل اول فعلی برسیم. مثلا آمدن یک خط قرمز دیگه که چیز کردن، فوردو قرار بود هزار، یعنی خط قرمز این که آقا فوردو رو به علت این که یک دژ نظامی و مسئولیت داره از نظر نظامی نمیشه بهش حمله کنن، مسئله غنی‌سازی رو بخش مهم میشه، غنی‌سازیش رو بعد اونجا منتقل کنیم. ولی الان اونجوری که وزارت خارجه آمریکا مطرح کرده و البته به نوعی توی بیانیه لوزان، بیانیه مشترک هم آمده، اصلا فردو دیگه قرار شده اینجور که اینا عنوان کردن توش غنی‌سازی انجام نگیره، یه تعداد سانتریفوژ نگه میدارن ولی به عنوان یک مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای و این چیزا باش کار میکنن، ولی توش گاز اورانیوم تزریق نمی کنن که غنی بشه و تست کنن ببینن چقدر غنی شده. حتی برای آزمایش و تحقیق هم فردو دیگه اون نقش سابق رو نداره. یا مثلا من یه نمونه دیگه خدمتون عرض بکنم. خب ببینید، اینا اومدن توی همین بیانیه لوزان هم این مسئله را آوردن، بیانی مشترک هست که به نوعی موقتا دولت ایران میره زیر قبول و اجرای الحاقیه پیمان منع تکثیر سلاح‌های اتمی، در حالی که در زمان احمدی نژاد سال 1988 بود مثل این که اگر اشتباه نکنم، مجلس رژیم یک مصوبه قانونی گذرونده که از دیگه، چون یه بار زمان خاتمی این کارو کردن یادتونه، همون موقع که روحانی بالا سر شورای امنیت و طرف حساب هسته‌ای بود، یه بار اینا رفتن زیر بار پذیرش نوعی نظارت، اون موقع البته هنوز سانتریفوژا چیزی نداشتن، ولی احمدی نژاد اونو به هم زد و یک مصوبه ای را چیز گذاشتن که دولت، هیچ دولتی دیگه از این به بعد سر خود نباید موافقت کنه با الحاقیه پیمان. ولی اینا الان اومدن توی این بیانیه لوزان و به خصوص به طور سریع در بیانیه وزارت خارجه آمریکا این موضوع رو گنجوندن که
دولت قبول میکنه تا اینکه مجلس مثلا اینکه یعنی تعلیق به محالش که مجلس هم مگه قبول بکنه اینو. تا مجلس مثلا اینو بررسی کنه و قانونی کنه این پذیرش الحاقی پیمان رو که منظور دست آژانس رو باز گذاشتن برای بازرسی ها و اینکه جایی که میخواد بره و زیاد براش مانع نتراشیدن. درست. هر حال ببینید خط قرمزهای متعددی حالا هستش در امر همین لغو تحریم ها. شما نه در بیانیه مشترک لوزان و نه در بیانیه خاص آمریکا به خصوص به هیچ وجه نمیبینید که این چیزایی که رژیم میگه و خامنه ای خواسته بود که آقا تمام تحریم ها باید یک جا برداشته بشه و اصولا لغو تحریم ها در متن مذاکرات هست نه در پیامد مذاکرات و به دنبال مذاکرات، ولی هم بیانیه لوزان هم این رو که مشترک هست چیز میکنه که آقا ما سوای تحریم های اتحادیه اروپا تحریم های که لغو خواهد شد اگر موافقت نامه امضا بشه به حالا کی چه موقعش اینا رو هیچ ذکر نمیکنه، ولی در مورد آمریکا به طور مشخص همین بیانیه لوزان میگه که بعد از راستی آزمایی آژانس و اینی که تعهداتی که کرده انجام میده به تدریج اینها انجام میشه. در بیانیه خاص وزارت خارجه آمریکا اصلا به طور صریح گفته حتی مال اروپا تمام تحریم ها تدریجی و یکی یکی وقتی لغو خواهد شد که آژانس بیاد گزارش بده و این تعهدش رو عمل کرد، که تعهدم اجراش کم زمان نمیخواد، مثلا تغییر کم کردن سانتریفوژا، مثلا نمیدونم تغییر وضعیت عراق، مثلا تغییر وضعیت فورد و پذیرش اجرای الحاقی، اینها همه مسائلی است که مطابق آنچه که در بیانیه لوزان و به طور مشخص در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده جز تعهدات این تیم مذاکره کننده رژیم ایران بوده. بنابراین میبینید اصلا خط قرمزا خیلی چرا زیر پا گذاشته شده و مسئله بزرگی در درون حاکمیت ایجاد کرده که یک طرف، خب البته من اینم عرض بکنم به نظر من اینها همینجور سر خودم بی پشتوانم نبوده، این تیم مذاکره کننده اینجور بی محابا برن سمت زیر پا گذاشتن این خط قرمزها. به نظر من اولا دولت آمریکا باهاشون هست، دولت اوباما تشویقشون کرده و بعدم باند قوی مشخصی مراکب از رفسنجانی، روحانی و بخشی از حاکمیت دنبالشون، یعنی اینا به نوعی دنبال تصویه حساب هستن از این نظر باب به خصوص سپاه پاسداران و دوروبری های خامنه ای. اجازه بدید چند نکته رو علاوه بر این علتی که عرض کردم خدمتون بگم. بفرمایید. اولا این که بیانیه لوزان شکل انتشار بیانیه تماما نشون میده که اصولا تیم مذاکره کننده ظریف و اطرافیانش ترس داشتن از این که آنچه را که با آمریکایی‌ها ظاهرا بهش رسیدن، من البته الان مطمئن نیست که زیرش نزنن. عرض کردم با اوبامام در صحبت‌هایی که بعد از انتشار بیانیه من لوزان چیز شد گفتش که آقا این یعنی فرض به هم زدن این رو و دب به در آوردن و زیرش زدن از جانب رژیم رو هم منتفی ندونست، ولی گفت اینی که ما توی بیانیه وزارت خارجه آوردیم همین است ولا غیر و الا دیل و معامله‌ای در کار نخواهد بود. این چیزی است که گفته شده، حالا تا چه حد عمل بشه، اما ظاهرا خب قول بزرگی به همه داده اوباما که خیلی بعید به نظر می‌رسه بتونه بزنه زیرش. ببینید این بیانیه همینطور که من عرض کردم بیانیه لوزان رو دارم میگم، بله، اطلاعی مطبوعاتی است و حد اکثر چیزی که براش میشه قائل شد اینست که یه سمت و سوی و چارچوب بسیار کلی برخورد با مسائلی رو که باید اینا مشخص کنن با عدد و رقم و خیلی دقیق اینو گذاشته جلوی چشمشون. و الان به نظر من هم دولت اوباما و هم خامنه‌ای به خصوص در یک شرایط دوراهی انتخاب قرار گرفتن،
آخه ببینید، این خامنه ای بارها آمد گفت من با ادامه مذاکره موافقم، هیئت مذاکره رو اعلام موافقت کرد باشون، ولی گفت چک سفید نمیدم، ولی در عین حال اینا مثل اینکه چک سفید داشته باشن عمل کردن. درست. الان خامنه ای باید تصمیم بگیره که آنچه را که این دست پخته هیئتی رو که تایید میکرده بپذیره یا لغو کنه. ولی من این خدمتون از کنم، در درون رژیم به خصوص از جناهای طرفدار سپاه پاسداران و حالا اونایی که دلواپسا اسم خودشون رو میذارن، بیانیه‌هایی چیزایی منتشر میشه که میگن اگر آنچه را که در بیانیه وزارت خارجه آمده، وزارت خارجه آمریکا آمده، واقعی باشه و بخواد بریم پای اجراش، فاجعه است برای رژیم. چرا ظریف پس از بازی برد برد صحبت میکنه آقای هاشمزه؟ معنی حرفش چیه؟ ببینید تا اینا توجیهه، اینا توجیهه. تو این معامله هیچ کدوم برنده نیستن. اون هدف گذاری که کرده بودن و کردن، اگر به خصوص اون چیزی که وزارت خارجه آمریکا الان داره میگه به اجرا نره، اصلا کنترل هم روی این رژیم عملی نیست و برد بردی نه تنها در کار نیست، بلکه میشه گفت به سمت باخت باخت اینا جلو خواهند رفت. اما خب خامنه ای الان گفتم سر دو راهی هستش، بله، و باید تصمیم بگیره، اما به تنهایی نمیتونه این تصمیم رو بگیره. خامنه ای در شرایطی است در درون حاکمیت که فوق العاده آسیب پذیره. این باید دست کم با شورای عالی امنیت که توش پاسدارانش هستن اینو ارجاع بده به تصمیم گیریش به اونا، یا اینی که خود سپاه پاسداران، حالا ما هنوز واکنش ها و برخورد های سپاه رو نشنیدیم و نمیدونیم. درسته. باید منتظر بود و به هر حال یک همچین فضایی است فعلا. این توافقنامه، حالا توافقنامه که نمیشه گفت، این بیانیه مشترک که حد اکثر یک چارچوب و سمت و سو دهنده است برای مذاکراتی که هیچ تضمینی به خود طرفین و به خصوص آمریکا داره میگه تضمینی به پذیرش قطعیش نیست، بیش از این براش ارزشی قائل نمیشه شد. منظورتون اینه که از این بیانیه نمیشه ارزیابی مشخصی داشت؟ ببینید، ارزیابی از مسئله وقتی است که یک توافقنامه روشن و مشخص جلو روی آدم باشه، بگه آقا اینا در طور قطعی رسیدن به این نتیجه که اینو بدن و اینو بگیرن، این محدودیت ها رو بپذیرن توی فعالیت های هستیشون و اینقدر تحریم ها مثلا کم بشه زیاد بشه به این. اصلا الان قطعی نیستش. میبینیم چقدر تبلیغاتی که حول و حوش این بعضی از رسانه های معلوم ها رو انداختن آیه است و چیزی نشده هنوز. فعلا مسئله سر باز کرده و یک همچین مشکلی اومده روی میز دو طرف، هم خامنه ای و هم من. علت اینه که خامنه ای هنوز موضع نگرفته. بله بله درست. ببینید این خیلی چیزه، اون وقتا وقتی که اوباما حرفی میزد خامنه ای هم میامد به نوعی جواب میداد شخصا اون دوتا، بعد ولی نیمده هنوز، لاقل تا این تاریخی که الان داریم صحبت میکنیم. بله. و فقط روحانی اومده و تبلیغ روی تو تلویزیون رژیم اومده، تبلیغ آن کاری که هیئت اعزامیش کرده و خب طبیعی هم از روحانی باید این تبلیغات رو بکنه. دو تا نمونه رو من خدمتون عرض بکنم که تفاوت برخورد ها این چیزی که به نام بیانیه مشترک لوزان آوردن، در مورد غنی سازی اومده گفته غنی سازی باید محدود بشه، ولی اینی که چقدر محدود میشه و در چه مرحله زمانی محدودیت ها انجام میگیره که ظرفیت بیاد پایین تر از این چیزی که حدود 9000 خورده سانتریفوژی که داره غنی سازی میکنه کمترش کنن، اصلا توی لوزان، توی بیانیه لوزان اشاره نشده و نه سطح غنی‌سازی که در حد زیر 5% شد 36% بمونه و نه میزان کم کردن توی بیانیه لوزان نیومده، ولی توی وزارت خارجه آمریکا قشنگ اومده ریز داده که این تعداد به این اندازه باید برسه، میزان ذخیره سازی اورانیوم باید 300 کیلو بیشتر نباشه از 10000 کیلویی که فعلا هست، ذخیره اورانیوم غنی شده زیر 5%
تحقیق و توسعه وقتی است که در چارچوب اون پایه و مبنایی که برای کنترل وضعیت رژیم و جلوگیری از بمب سازیش آمریکا و پنجه به اضافه یک مورد نظرشون هست، رو اون پایه سوار شده باشه. پایه اینه، پایه رو توی بیانیه وزارت خارجه آمریکا آوردن ولی توی لوزان، بیانیه مشترک لوزانه، پایه اینه. این مسئله پایه، مسئله پایه چی بود؟ مسئله پایه این بود که الان هم توی بیانیه وزارت خارجه آمده ولی توی بیانیه لوزان نیومده که آقا اگر روزی رژیم، یعنی جوری باید بچینه تعداد میزان غنی‌سازی، ظرفیت غنی‌سازیشو، میزان ذخیره‌شو، وضعیت توسعه بوتاله روی سانتریفوژهای پیشرفته پرراندمان رو جوری باید چیدش که اگر روزی تصمیم گرفت بزنه زیرش و بره سمت تهیه خرج بمب اتمی، یعنی اورانیوم 90%، یک سال وقت زمان لازم داشته باشه تا بتونه این خرج رو آماده کنه. پلوتونیوم در عراق هم بعد وضعیتی باشه که بیشتر از یک سال، چون دو تا راه رسیدن به بمب داره، یکی از راه عراق هست که البته عراق هنوز راه نیفتاده، درسته، میخوان تغییراتی هم بهش بدن اگر اینجور که صحبت شده، ولی بعض غنی سازی در نتنز و در فردو داره کار میکنه. ولی این موضوع رو در این حالی وزارت خارجه آورده، اصلا تو لوزان بهش اشاره نشده، در چیز رژیم هم که یعنی رژیم که میگم یعنی روحانی و ظریف و اینا هم که اصلا اشاره به این قضیه نمی کنن که یک همچین محدودیتی رو ما پذیرفتیم. چون اگر این پایه رو که یعنی آمریکا بهشون گفته آقا شما مگه قسم نمی خورید که ما دنبال بمب سازی نیستیم، خیلی خوب بیا اینو بپذیر که اگر یه روزی خواستی بری سمت بمب سازی، تو که نمیخوای بری به قول خوده، یه سال وقت داشته باشی، یک سال طول بکشی و اینو قبولوندن آنطوری که از بیانیه وزارت خارجه در میاد. ولی روحانی و اینا نمیتونن این رو الان فاش کنن در عرصه داخلی به علت مشکلات زیادی که دارن در مورد تحریم ها. من دارم تفاوت ها رو میگم. بله بله. توی بیانیه لوزان، بیانیه مشترک لوزان آوردن که خب تحریم های اتحادیه اروپا و برداشته میشه، اما معلوم نکرده با چه موقع و چه سرعتی، ولی تحریم های آمریکا و که تحریم های یه جانبه آمریکاست که مهمترین از تحریم های بانکی و نفتی، این رو موکول کرده به اینکه تدریجی باشه و بعد از راستی آزمایی و گزارش آژانس که آقا این کاراشو داره میکنه یا کرده تمام شد، حالا این یه قدم ورداشته، یه قدم میتونید بجید. ولی چیزی که توی بیانیه مشترک لوزان و بیانیه وزارت خارجه آوردن، چیزی که علل حساب رژیم میدن این نیست که یعنی اگر بیاد پای امضای توافق نامه و شروع کنه کار رو و یک حساب ریلیف ها یا مسکن های کوچکی بهش داده بشه و نه لیفت و برداشتن تحریم ها. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگه هم اروپا و هم شورای امنیت، تحریم های شورای امنیت و هم تحریم های آمریکا تدریجی و متناسب با قدم هایی است که رژیم در اجرای تعهداتش برمی‌داره. یعنی موکول کرده به این، یعنی یک جا نیست، برخلاف آن چیزی که دارن توی داخل ظریف و مثلا ظریف و روحانی دارن، در هیچ جا بسته نشده و عرض شود حضورتون که ما دستاوردها رو حفظ کردیم. دستاوردهایی که حفظ کردیم اشارهش به این قسمت از بیانیه لوزان هست در مورد غنی سازی که میگه در حالی که رژیم ایران داره فعالیت های هسته خودش رو ادامه خواهد داد در یه حدی، این محدودیت ها به تدریج اینجوری میره جلو در چارچوب زمان و پذیرش اینی که باید کم بشه. ببینید از بیانیه لوزان من عرض کردم هر کدوم تفسیر و توجیه خاص خودشونو دارن. به هر حال من آن چیزی که عرض کردم تا این جای قضیه، دو طرف افتادن بر سر یک دوراهی های جدی، هم خامنه‌ای و هم اوباما. درست. اوباما که گفته که اگر نپذیرن به هم میزنیم،
ولی خامنه ای هنوز تکلیف روشن نکرده. به هر حال باید منتظر بود که ببینیم که آنچه را که خامنه ای و یا شورای عالی امنیت رژیم و سپاه پاسداران میگن چی هستش، چون در واقع متولی اصلی این بمبسازی و پیشبرد جنبه نظامی بمب و از گذشته هم از بعد از جنگ ایران و عراق که اینا شروع کردن به کار، سپاه دنبال قضیه بوده و مصلحتی دادن به دست دولت آخوند روحانی که مشکلات تحریم رو جمع جور کنه و اینو حفظ کنه. ولی متولی همچنان به نظر من به صورت بالفعل تا به حال شورای عالی امنیت ظاهرا و پشتش سپاه پاسداران بود. درسته. شاید پاسخ به این سوال زود باشه آقای حاج حمزه، ولی از اونجایی که مذاکرات اتمی با رژیم ایران منافع ملی ما مردم رو تحت شعاع قرار میده، به نظر شما سرانجام کار مذاکره و در واقع معامله با رژیم ایران بعد از پایان ژوئن 2015 امسال به کجا می انجامه؟ ببینید، من میگم الان تو ابهام، من فکر میکنم در واقع الان تو زمین خامنه ای انداخته شده. بعد ببینیم خامنه ای چی میگه. اگر بره سمت پذیرش آن چیزی را که وزارت خارجه آمریکا و اوباما میگن، در واقع نوعی زهر، خب البته از دید خودشون، ولی حالا به طور مشروط به کجا می انجامدش رو من به نظرم الان زوده. من گفتم باید توافق نامی واقعا امضا بشه، اعداد ارقام گذاشته بشه به جای این کلیگویی‌های بیانیه لوزان و ارزیابی کرد که چی دادن چی گرفتن. هنوز این مسئله تا اینجا نمیشه روش به دبستان رو قطعیت داد و گفت این کار انجام شده، برخلاف تبلیغات کاذبی که خیلی ها دارن میکنن. درسته، یک هیاهوی رسانه واقعا الان، بله، جنجال و هیاهو رو انداختن، ولی در حالی که هیاهوی بسیار برای هیچ هست فعلا. آقای حاج حمزه، توی مذاکرات اگه طرف خارجی دنبال رفع خطر بمبسازی و در واقع بمبسازی اتمی رژیم باشه، فکر میکنید از چه راهی باید وارد بشه و چه کار باید بکنه؟ چون خطری که از طرف رژیم احساس میکنن همون ساخت بمب اتم هست. درسته، بمب اتم الان مسئله مهم روز هست که جلوش رو بگیرن، ولی آنجا که به دولت اوباما و شاید یه جناحی توی حاکمیت آمریکا برمیگرده، اینا بیانش هم چیز نمی کنن. نه سمت جنگ میتونن برن و نمیرن با سر این مسائل با دولت، به خصوص دولت روحانی، و اونطور هم که اوباما عنوان کرده که به نظر من درست نیست، تحریم ها را هم بیش از این نمیخوان جلو ببرن. و اوباما اومده گفته خب تحریم ها نمیتونست جلوی بستن راه اتمی شدن رژیم به تنهایی نمیتونست بگیره، در حالی که اگر تحریم ها رو با همون شدتی که داشت میرفت جلو و بیشتر از اون چیزی که کنگره میخواست جلو میبردی، رژیم رو میتونستی بر سر یک دوراهی بکشونی که موجودیتش به خطر بیفته. چون مسئله تحریم ها اقتصاد ایران رو، نه تنها تحریم ها، اقتصاد ایران قبلا توسط این رژیم متلاشی و در و داغون شده بود و محمل معیشت مردم، ولی تحریم ها ضریب زده بهش، کشونده جلو، سرعت داده این تلاشی و فروپاشی اقتصاد، و این ادامه نمیتونست پیدا بکنه اگر تحریم ها ادامه پیدا میکنه. این حرف آقای اوباما حرف به نظر من منطقی نیستش. نخواستی ادامه بدی، آمدی پای میز مذاکره، ولی اگر ادامه میدادی میرسید بر سر یک دوراهی بود و نبود که آقا من امکانات بمبسازی رو حفظ کنم یا اینا رو بدم مطابق آنچه که شش قطعنامه شورای امنیت تکلیف کرده من بدم و نکردم و زیرش زدم، یا اینی که اینو نگه دارم و از طریق شورش مردم و مشکلات داخلی که ایجاد میشه و مشکلات بین المللی منطقه‌ای که برای من پیش میاد، آخه همه زندگی این رژیم داره به اتکای به درآمد نفت و اینها داره میگذره، درسته، یا اینو که اتم رو حفظ کنم این امکانات و از اون طریق بیافتم توی مسیر نابودی و موجودیتم به خطر بیفته. میتونستن همین دولت اوباما و آمریکا میتونست با افزایش تحریم ها و ادامه تحریم ها بکشونه رژیم رو پای قبولوندن و وادار کردنش به اجرای قطعنامه های شورای امنیت، ولی
این کار رو نکرده و اومده از طریق مذاکره. بنابراین اینی که میگید که راه چی بود، راه این بوده از اول، ولی اینا الان من اونطور که شنیدم دولت اوباما و اون جناح خاص در آمریکا دنبال این هستن که در برای این مذاکرات هسته‌ای نوعی رژیم رو حالی به حالی کنن، استحاله ما میگیم، که اصلا یک چیز غلطی است. یعنی کار تجربه‌ای رو که رفسنجانی کرد، تجربه‌ای رو که خاتمی کرد و جواب نداد، چه رفرمی در این رژیم انجام بگیر. ما از اول گفتیم که، و این درست هم هست و اثبات شده است دیگه، بعد از گذشت 36 سال، 35-36 سال از انقلاب ایران، کاملا این اثبات شده که این رژیم تغییر پذیر و استحاله پذیر نیست و افعی کبوتر نمی زاید. این را هنوز دولت اوباما و اون جناح بهش نرسیدن، دنبال این هستن که این جریان رو چیز بوده. شما اگر توجه کردید اطلاعی اخیر دبیرخانه شورای امنیت هم رو این موضوع انگوش گذاشته بود که این که دنبال آلترناتیوی از درون رژیم باشید، طرف خارجی آقای اوباما، این تصور باطلی است. یعنی من مضمون رو دارم میگم، دبیرخانه شورای ملی مقاومت منظورتون است؟ آخرین اطلاعیه که داده در مورد همین بیانیه لوزان، اینها یه اشاره به این قضیه داره. ما تجربهمون اینه و این تجربه، یعنی نمیشه رژیم ولایت فقیه رو از این چیزی که از تغییر داد، ساختار سیاسیش رو تغییر داد و رفرم، و الا اولین رفرمیست در ایران بازرگان و نهضت آزادی و دولت بازرگان بودن که میخواستن آقا این رژیم یه چیز دیگری غیر از اینی که ولایت فقیه هست بشه. و بعد هم خب خاتمی غیر همه این تجربه شده است. اینی که ما میگیم افعی کبوتر نمیزاید، این یه چیز واقعی است. اگر میخوان اینها مسئله اتمی رو حل کنن و مسئله منطقه را هم که الان به نوعی رژیم یک عامل اصلیش هست در ورای داعش و این حرفا، عامل به هم ریختن منطقه، جایی که کیسینجر میاد میگه آقا ما امنیت ملیمون به کنترل و امنیت منطقه و کنترلش دست خودمون داره، در حالی که این اومده میخواد کنترل در دست بگیره و بریزه به هم. خب آقا این اصلی ترین جوابش رژیم چنج، و هست جریانی در داخل آمریکا که دنبال این هستن، ولی به دست خود مردم ایران، نه با جنگ و نه با چیز. اینی که چه میتوانستن کنن برای حل و فصل این مسئله هسته‌ای به طور قاطع، به نظر من این بود که وادار میکردن با افزایش فشار روی رژیم و البته مستثنا کردن قوت لایموت مردم و مواد مورد نیاز کارخانه ها، مواد غذایی، دارویی، اینها از تحریم و بقیه چیز رو، فشار شدید روی رژیم ایران برای پذیرش قطعنامه های شورای امنیت. روش این بوده. درسته. آقای هاشمزاده، یه سوال دیگه هم مطرح میشه که اگه رژیم قرار بود هزاران سانتریفیوژ، صدها میلیارد دلار پول و به فلاکت کشوندن اقتصاد ایران به خصوص، این همه از دست بده در مذاکرات لوزان و بعد از 12 سال مذاکره و 18 ماه مذاکره پی در پی، چرا رژیم زودتر به قطعنامه های شورای امنیت تن نداد و پیشنهادات قبلی 5+1 رو زودتر نپذیرفت؟ چون مسئله بمب اتمی براش مهم بود. یعنی تا جایی که موجودیتش به زیر سوال نره به خطر نیفته. ببینید خانم قفاری، پروسه رو که از بعد از جنگ عراق دنبال کنید بیاد جلو که چه مسیری طی کردن، کاملا متوجه میشید. به بمب به عنوان یک ابزار استراتژی که بقا رژیم و سیاست های منطقی رژیم، دخالت هایی که میخواد بکنه، میخواد این پشتوانه یه چیز رو داشته باشه، اینجوری نگاه، یعنی چشم‌پوشی ازش به سادگی نمیتونه کنه و نمیکنه. به نظر منم رژیم ولایت فقیه اینجوری چیده اومده جلو تا به حال، این چند ساله بعد از جنگ به خصوص. اینی که میگید چرا زودتر نپذیرفت، چون هنوز هم نپذیرفته، که هنوز نپذیرفته، دستور داره، نپذیرفته که خطر اتمی شدنش رو طرف خارجی رفع کنه و ملغا کنه. این اومده میگه آقا محدود رو، حالا تا یه مدتی که این محدود هم حالا هزار جور چلک ممکنه توش در بیاد. اینو خدمتتون عرض بکنم که ببینید رژیم در رسیدن به بمب اتمی یک استراتژی عجولانه نداره. یعنی میخواد
به موقعش و زمانی که شرایط ایجاب میکنه بره سراغش. البته دست بردار نیست و هم میره سراغش موقع، ولی الان گرفتار انزوا و تحریم و مشکلات متعددی است که به خصوص در داخل ممکنه رو سرش بریزه و چیز کنه و موجودیتش رو به خطر بندازه. الان تو شرایط فعلی به بازار نفت و فروش نفت نیازمند شدید هست، ولی این معنیش این نیست که دست برداشته از چیز. خب حالا ایرانیایی که در این ماجرای مهم به فکر مردم و به دنبال منافع ملی ایران و مردم ایران هستن چه میتونن بکنن آقای حاج حمزه؟ من توصیه‌ام به هموطنانم و ایرانیا واقعا این هستش که قبل از اینکه روی این جنبه های ظاهر و فرمال مسئله این مذاکرات و این بیانیه ها قضاوت بشه، روی این موضوع متمرکز بشن. آقا مسبب و باعث بانی ایجاد این گرفتاری ها از جمله تحریم ها و مشکلاتی که علل اصول رژیم ریخته سر مردم، سر اونم آورده، مسبب و باعث بانیش کی بود؟ یقه اونو بچسبن، بگن آقا دست بردار، دست بردار، برو به سمت پذیرش آن چیزی که میتواند مسئله رو قطعی حل کنه و سریعا تحریم ها رو برداره، یعنی اجرای قطعنامه های شورای امنیت. هنوز دیر نشده این مسئله، و اگر ایرانی هستی، اگر چشم به آزادی ایران دوختی، اگر میخوای مردم ایران از این جهنمی که رژیم ایران ایجاد کرده، باید واقعا بری سمت راه حلی که خود شورای امنیت جلو پای رژیم گذاشته. پذیرش قطعنامه های شورای امنیت یعنی بستن در عراق، تعطیل غنی سازی، نوعی برچیده شدن و خلع ید از فعالیت اتمی بسیار مضری که تا به حال دنبال کرده و هزار و یک جور مسئله ایجاد کرده. سرمایه عظیم، صدها میلیارد دلار سرمایه، الان به ارزیابی داخل خود رژیم بود 200 میلیارد دلار ضرر تجاری زده. عجیب مردم ایران. و این مسئله میخواد ادامه بده بازار. بابا این قده هنوز مونده. مردم ایران، جامعه ایران، هموطنان عزیز، دوستان و برادران و خواهران گرامی، تن ندیم به این که این موضوع بماند. میشود و پشت این قضیه رفت و خواست مسبب بدبختی ها رو به مردم معرفی کرد. امیدوارم که همگی ما عمیق‌تر و هوشیارتر با مسئله برخورد کنیم و مقهور سر صدای تبلیغاتی اول از همه دولت روحانی و طرفدارای این دولت در داخل و خارج باشیم. آقای هاشمز، از حضورتون در این برنامه و توضیحات بسیار روشنگرانه که دادید بسیار متشکرم و براتون سالی پربار و موفقیت‌آمیز آرزو دارم. روزتون بخیر. روز شما بخیر. تشکر میکنم و برای شما و هموطنانم سال خوبی رو من آرزو میکنم ان شاء الله.